سلام می به ایزی یعنی هزم خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل من امروز اومدم توی این ویدیو کامل کامل و واضح بهتون توضیح بدم که آقا بالاخره بالانس مهمتره یا پروفیت پراور مهمتره کامل قرار اینو با هم دیگه بررسی بکنیم چون چیزی نمونده تا توکن لیست بشه و قیمت گذاری بشه و باید تکلیفمون رو بدونیم که آقا همه پولامون رو بریم کارت بخریم یا نه بذاریم بالانسمون بیشتر بشه تا انتهای ویدیو رو با من همراه باشید ویدیو رو لایک بکنید چنل رو هم سابسکرایب بکنید دمتون بدون معطلی امروزمون. با امروزمون خب بچه ها اول از همه اصلا من اینو بهتون توضیح بدم که آقا ما چرا توی همه سرکام بعد یه چیزی به نام پرافیت پر داریم یعنی یک درآمدی که هر ساعت ما داریم میگیریم یعنی انگار حقوق داریم میگیریم چرا اصلا همچین چیزی رو داریم چرا توی نات کوین نداشتیم چرا توی خیلی از ایردراپ ها نداریم همچین چیزی رو ببینید شما روی گزینه پلی که کلیک بکنید زمانی که برای اولین بار میخواید وارد بشید بهتون یک حالا بخشی رو نشون میده که خیلی شبیه به این قسمت هستش حالا اگر بخوام بهتون نشون بدم اینجا شما باید بید اکسچنجتون رو انتخاب بکنید یعنی چی یعنی شما اگر من میخوام داستان بازی رو اصلا بهتون بگم که یک درکی داشته باشید که آقا این پرافیت این درآمدی که هر ساعت داره به ما میده اصلا برای چی هستش اینجا باید انتخاب بکنید که شما دوست دارید مدیر کدوم یکی از این صرافی ها باشید اینجا صرافی مد نظرتون رو انتخاب میکنید و این همه سری که میبینید شمایید که مدیر یک صرافی هستید و این صرافی شما یک سری بخش ماین داره که توی این بخش ماین میبینید برای ما حالا نوشته که ما میتونیم بیایم هر بخش این این صرافیمون رو بالاتر ببریم یعنی چی یعنی مثلا من میام توی بخش ماین و میگم که آقا من مثلا یک مدیر صرافی هستم میگم که میخوام بیام تریدینگ بات هامو افزایش بدم آپگرید بکنم میام 17000 تا اینجا میدم و تریدینگ بات هام بیشتر میشه حالا بابت این که من اومدم یک مقدار سرمایه گذاری کردم و بات های تریدم رو بالاتر بردم توی صرافی خودم میاد به من چی میده میاد به من درآمد بیشتری میده هر ساعت یعنی کاربرهای بیشتری رو برای مثال من تونستم جذب بکنم ein B. حالا صرافی خودم پس درآمدی که میگیرم بابت حالا کمیسیون های خرید و فروشی که انجام میدن بیشتره یا مثلا اینجا روی گزینه حالا این گزینه که کلیک بکنم مثلا میگم که آقا من میخوام بیام لایسنس ژاپن هم رو لول بکنم یعنی کاربرهایی که از ژاپن دارم مثلا بتونن راحت تر فعالیت بکنن اینا به این شکل کار میکنه بچا پس الان داستان اصلا این پروفیت و اینا رو همه رو فهمیدیم که آقا چرا داره به ما یک مقدار پروفیتی میده و اصلا این حالا که ما اینجا داریم چیه پس ادامه این همستر اون حالا موشی هستش که یک جورایی میشه گفت که لیدر این صرافی است و بقیهشون هم که حالا مثلا میبینید لورد اگر باشه شما بیشتر از یک بلیون اگر بتونید بگیرید توکن به دست بیارید میاد به شما حالا این شکل رو میده که مثلا یک حالا سرمایه داره خیلی قدرتمند هستید به این شکل میاد کار میکنه پس فهمیدیم که آقا این ربات همستر به چه شکلی داره به ما اینو حساب میکنه و اصلا این ماینرها و این کارتهایی که ما اینجا میخریم چیه این رو هم بهتون بگم که توی بخش هم. اسپشیالز امروز که من دارم این ویدیو رو براتون رکورد میکنم یک سری نیو کارت اومده که یکیش اینه خیلی ارزش خرید داره یکیش اینه این یکی خیلی ارزش خرید داره و یکیش هم اینه این ستا به شدت ارزش خرید دارن حتما حتما تا جایی که میتونید لولشون رو برید بالاتر چرا چون با 50000 تا 3000 تا پروفیت به ما هر کدومشون اضافه میکنه که خیلی خیلی ارزشمند هستن اما حالا با هم دیگه بیایید بریم وارد چنلش بشیم و ببینیم که آقا خودش درباره این موضوع چی گفته ببینید خودش خیلی زیاد این موضوع رو تاکید کرده که آقا فقط و فقط پرافیت مهمه اما این موضوع رو به چه شکل اومده نوشته حالا من بالاتر که بیام این پیام رو که بخوام براتون پیدا بکنم کامل بهتون میگم ببینید توی ایردراپ ها ما خیلی این موضوعات رو داریم که حالا بعدا زمانی که توکن لانچ میشه توکن لیست میشه میان سر یک سری کلماتی که توی ببخشید سر یک سری کلماتی که توی اخبارشون گفتن یعنی مدلی که اخبار رو اومدن اعلام کردن میان خیلی چیزا رو عوض میکنن میان خیلی حالا مانور میدن روی اون موضوعات خیلی کوچیک ببینید ما اینجا تقریبا 20 روز پیش 17 روز پیش یک پیامی همسر کامبت اومد برای ما گذاشت و توی چنلش نوشت گفتش که آقا با توجه به سوالات خیلی زیادی که شما داشتید ما میخوایم اینو بهتون جواب بدیم قبل از این ما همه فکر میکردیم که خب همه چیز به بالانس دیگه چرا باید پرافیت باشه پرافیت درآمدیه که ما داریم هر ساعت میگیریم اون درآمدی که میمونه بالانس هستش اما خودش اینجا برای ما اومد نوشت گفته که آقا ایردراپ ما همش فقط و فقط بستگی به پرافیت پراور شما داره و یک سری اکتیویتی ها و پارامترهای دیگه ببینید اینجا مشخص نکرده که بجز پرافیت دیگه چه چیزایی مهمه ممکنه که این لوله هم مهم باشه یعنی اینکه شما مثلا گرند مستر باشید لرد باشید یا هر چیز دیگه هم مهم باشه که اون فقط با کوین بیشتر میشه و اینجا برای ما نوشته که حالا به این پارامترهای مختلف دیگه بستگی داره و گفته نات کوین بالاست دوستان ببینید این نات رو اومده حروف بزرگ نوشته یعنی نه اومده مثلا خیلی عادی بنویسه نات کوین بالانس یعنی هیچ رفتی به کوین بالانس نداره نات رو شبیه به نات کوین اومده با حروف بزرگ نوشته این هم میتونه خیلی تاثیر داشته باشه یعنی آقا شاید مثلا ممکنه که کوین بالانس های ما بیاد تبدیل به نات کوین بشه یه همچین چیزهایی واقعا ممکنه که باشه توی ایردراپ ها پس ما باید حتما حتما به این موضوع دقت بکنیم و زمانی که میاد می نویسه که همه چیز پروفیت پروره نیم همه پولامون رو بذاریم برای پروفیت اگر من بخوام حالا خیلی ساده بهتون توضیح بدم این موضوع رو که حالا منطقی نیست اگر همه چیز پروفیت باشه ببینید روی این گزینه من لول ها که کلیک بکنم نگاه کنید ما روی لول حالا مثلا لژندری که بیایم خب یعنی افرادی که تا ده میلیون توکن دارن میبینید که اینجا پروفیتش رو برای ما نوشته که دو میلیون و سی و هزار تاست روی مستر که بیایم میبینید نفر اول دو میلیون و چهارصد هزار تاست یعنی اونقدری پرافیتشون با هم فرق نداره گرند مستر دو میلیون و هزار تاست باز اونقدری با هم فرق ندارن و حتی لورد هم نفر اول سه میلیون و سیصد هزار تاست مثلا نفر چه میدونم دهمش ده نفر سیزده هم لرد لورد با لجندریش یکیه پس این نمیتونه اصلا یک موضوع منطقی باشه که آقا کسی که مثلا بیشتر از یک میلیارد توکن داره با کسی که مثلا ده ده میلیون توکن داره چون پرافیت هاشون نزدیک همه درآمدی که میگیرن هم نزدیک هم باشه پس همچین چیزی اصلا منطقی و شدنی نیستش دوستان ولی خب در حال حاضر من توصیه که بهتون دارم اینه که باز همین بالانس رو رعایت بکنید همونطور که میدید الان مثلا اکانت من یک نمونه بارز از یک بالانسی هستش تو که 105 میلیونه و, و پروفیت هم هم یک میلیون و 278 هزار تاست هر کارت جدیدی هم که بیام بیاد سعی میکنم تا جای ممکن لول اپش بکنم اما تو که معمولا سعی میکنم بالای 100 میلیون نگه دارم که توی همین لول گرند مستر بتونم بمونم و کوین و پروفیت بیشتر بکنم همینطور کم 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 که یک مقدار نسبتا منطقی رو داشته باشه دوستان اما اینکه شما بخواید بیاید توکناتون رو صفر بکنید یعنی بالانستون رو صفر بکنید مخصوصا الان که حالا دیگه چیزی نمونده شاید بگم 10 تا روز بیشتر نمونده تا توکن لیست بشه کار منطقی اصلا اصلا نیستش چند وقت پیش بهتون یک استراتژی رو گفتم گفتم بیاید توکن هاتون رو تا مثلا اون موقع که این آموزش رو دادم 20 روز مونده بود تا توکن لیست بشه بهتون گفتم 10 روز بیاید توکن هاتون رو کامل خریداری بکنید همینجوری تا میتونید هر کارت جدیدی که اومد بخرید پروفیتتون رو برید بالا بعدا ده روز صبر بکنید تا این پروفیتتون بیاد همین جوری درآمدتون رو بهتون بده و بالانستون هم بیشتر بشه اما الان دیگه وقتش نیست که شما بخواید بیاید همه پولاتونو رو بذارید برای پروفیت باید منطقی خرج بکنید ولی در کل این توضیحاتی که بهتون دادم رو دقت بکنید درسته که خود همستر گفته پروفیت مهمه ولی اون ناتی که نوشته میتونه خیلی داستان رو عوض بکنه مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید بچه‌ها هم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که منو سابسکرایب بکنید لایک بکنید کامنت هم بذارید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار